سلام، با شما هستیم با یه قسمت دیگه از سری برنامه‌های گپ. این هفته در خانواده هنری کشورمون اتفاقات متعددی افتاد که حتما بهش خواهیم پرداخت. در ابتدا تسلیت میگم فوت آقای امیر هوشنگ قطعی دوبلور پیشکسوت سینما و تلویزیون رو که روز یکشنبه 18 دی ماه در سن 73 سالگی به علت کهولت سن درگذشت. خب مهمترین اتفاق هفتمون که مدت‌ها در موردش بحث بود انحلال خانه سینما بودش که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به صورت رسمی منحل شد که البته هنرمندان زیادی در این مورد اعتراض کردند، از جمله جناب آقای رضا میرکریمی نویسنده و کارگردان گفتن که این تاوانی است که اصناف سینمایی برای حفظ استقلالشان باید بپردازند. جناب آقای کمال تبریزی خطاب به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفتند که جناب عالی به فراست دریافته اید که دشمن اصلی نظام کسی نیست جز سینمای ایران و اهالی فاسق و فاجر آن. خانم بهار رهنما با توجه به اینکه فارغ التحصیل حقوق هستم، نظر حقوقدانان و وکلای خانه سینما انحلال این نهاد صنفی برخلاف قانون و غیر قانونی است و اضافه کردند به ایستگاه تعطیلی سینما رسیده. و اما جمعی از سینماگران بیانیه نسبت به اتفاقات اخیر به ویژه انحلال خانه سینما بیانیه تنظیم کردن، مثل جناب آقای مجید مجیدی، منوشهر محمدی، کمال تبریزی، محمد رضا هنرمند، ابراهیم حاتمی کیا، مجتبی رائی، حسن برزیده، سید رضا میرکرمی و احمد رضا درویش. اینجا اضافه میکنم که آقای علیرضا خمسه هم گفتن که وزیر ارشاد تصمیم گرفته به جای تنگه هرمز خانه سینما رو ببندن. که مهمترین بخش این اعتراضات نامه جناب آقای بهمن فرماندار بود که بعد از پس دادن سیمرغ‌های بلورین خود به دفتر جشنواره فجر از تمام اعضای خانه سینما خواست تا جشنواره فجر رو تحریم کنن. میریم این نامه رو با هم گوش میکنیم، برمیگردیم با جناب آقای نیما کفیل لوانی، نویسنده، کارگردان و تدوینگر خواهیم بود و در مورد این مسائل هم صحبت خواهیم کرد. سلام آقای نامدار. سلام. حدس ما درست بود، دوستتون داشت میومد پیش شما، متاسفانه ایشون تو درگیری کشته شدن. منظورتون از درگیری چیه جناب سروان؟ دوست من تو زندگیش چیزی جز قلم دست نگرفته بود. دوست شما شاید، ولی قاچاقچیایی که آدم اون بر مرز میبرن همیشه مسلح. به هر حال شما بهتره با ما تشریف بیارید برای شناسایی جنازه. من چنین کاری نمیکنم. کسی که به شما همچین ماموریت داده حتما یه عکس هم همراهش بوده. من میخوام دوستم توی ذهنم زنده بمونه. من میتونم شما رو جلب کنم. اگه این کارو نمیکنم معنیش این نیست که رفتارتون رو به مرکز گزارش نمیدم. شما کار خودتون رو بکنید، ما هم کار خودمون. بهمن فرمانارا در سال 1320 در تهران به دنیا آمد و در سال 1337 برای ادامه تحصیل به لندن رفت. سپس به دلیل علاقه‌ای که به فیلمسازی و کارگردانی داشت به آمریکا مهاجرت کرد و در یکی از معتبرترین دانشگاه‌های سینمایی آن کشور تحصیل کرده و پس از پایان تحصیلاتش به ایران بازگشت. خانه قمرخانم، شازده حجاب و سایه‌های بلند فیلم‌هایی هستند که وی آنها را قبل از انقلاب ساخت. فرمان‌آرا چند سال پس از انقلاب 57 به آمریکا مهاجرت کرده و در تولید فیلم‌های فیلمسازان بزرگی از جمله پل نیومن، اولیور استون، مارتین اسکورسیزی، آرسن ویلز و استیون اسپیلبرگ همکاری می‌کنند و در اواخر دهه 60 به ایران باز می‌گردد و با سه فیلم موفق خود به نام‌های بوی کافور از ریاض، خانه روی آب و یک بوس کوچولو که به سگانه مرگ معروف شدند، هنر فیلمسازی خود را مطرح نمود. مثل آدمی که تو باتلاق افتاده هرچی دست پا می‌زنه بیشتر فرو می‌ره، اونجوری شده. منم همینطورم. بعضی وقتا خواب میبینم که تو خونه که نشستم داره آروم آروم توی لجن فرو میره. بهمن فرمانارا در پی شرایط سختی که در سینمای ایران به وجود آمده که در آخر به منحل شدن خانه سینما توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منجر شد، سیمرغ بلورین خود را به عنوان اعتراض به
به دفتر جشنواره فجر پس داد و با نوشتن نامه‌ای از اعضای خانه سینما خواست تا جشنواره فجر امسال را به عنوان اعتراض تحریم کنند. نامه ایشان به این شرح است: بالاخره خواسته مردی که سینما را نمی‌شناسد عملی شد و خانه سینما فتح شد. وقتی معاونتی که دستور کارش گسترش و حمایت سینماست برای تسویه حساب‌های شخصی، خانه سینما تنها سنگر تشکل‌های صنفی سینما را منحل می‌کند. چیزی که او نمی‌داند این است که ما هر کجا جمع شویم نامش خانه سینماست. ایشان ممکن است چون همیشه جزء بدنه سینمای دولتی بوده است نداند که چه مشکلاتی اهالی واقعی سینما برای زندگی کردن دارند، وگرنه پشت قبای وزیری که از پیام نور به پیام تاریکی تنزل کرده است قایم نمی‌شد و این اعمال زشت را انجام نمی‌داد. می‌دانم که هیچ سمی مهلک‌تر از بی‌اعتباری در حرفه‌ای که برای خود گزیده اید نمی‌باشد. اعضای محترم خانه سینما، اگر متحد بمانید و همگی از دادن فیلم‌هایتان به جشنواره فیلم فجر خودداری بنمایید، این اعمال ناشایست به سرعت